هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم. با درود بر شما هموطنان گرامی. بله، یک مطلبی رو دوست بزرگواری به یاد من انداختن در باب همین اظهار نظرهای آقای صاحب و موضوع اکبر گورپایگانی و اینها، که آقا ایشون میرفته کاباره میخونده. ای بابا، نه اینکه خیلی شما حقوق زیادی میدادین و همه هنرمندان ایرانی در ثروت غرق بودن، آقا اینا گرسنگی مردن، بزرگان اینا گرسنگی مردن. از قمرالملوک بگیرید تا برادران محجوبی، اینا عملا گرسنه بودن. استاد سبا رو یک زمانی حقوق معلوم کرده بودند که نمیدونم مایس به ماینم 100 تومن نمیدونم همین حدود مرتضاخان ورزی برای من اینا رو که مفصل میگو، و یکی رو گذاشته بودن رئیس رادیو که اسمش الان من یادم رفت و اینا، گفته بود هر کسی حقوق میگیرد 7 صبح این دفتر رو امضا کنه. استاد سبا بزرگ ما که در واقع بی نظیر بوده، ما آدم مثل سبا نداشتیم. این بیمباستی مرد معتاد هم بود، همه هم می دانستن که این استاد بزرگ بی نظیر پاش سوار اتوبوس بشه 4 صبح بیاد این دفتر رو امضا کنه که این 500 تومن رو بگیره. چه بی داشت آقا اینجا آقای فرانک سیناترا فکر نمی کنم احتیاجی به پول داشت. میرفت آقا برای مردم میخوند، در لاس وگاس میخوند، اینجا میخوند، اونجا میخوند، نات کینگ کول، تمام این بزرگان هنر این آمریکا. من برای مردم بود، آقا مردم علاقمند هستن، ما براشون میخونیم. این داستان ایبش چه چیزیست که محمودی خونساری در منتهای فقر زندگی میکرد، با مادرش در یک بدروم در همون در فقر هم فوت شد. اینا حرفای بیهوده بیمعنی. بله که میرفتن در کاباره میخونه، بله در کاباره میخونه، تحریراش وارونه است. آقا بیاد ایشون مسئوله که بیاد توضیح بده ببینیم از نظر فنی تحریر وارونه چگونه است، بخونید ببینیم چگونه. اون آقای برومندم، اون ایشون هم از فرط حسادت این حرف رو زده که این تعلیماتش تکمیل نشد. آقا تعلیمات تکمیل شد چند سال پیش، چند سال باید بیاد؟ این هم از اون حرفای عرض کنم که بیهوده و بیمعنی است. و در واقع این بزرگوار که ما براش بسیار احترام داریم، برای آقای سایه، و عرض کنم که همونطور که عرض کردم خداوند عمر ایشون را طولانی کند، هر کس توده‌ای بود رفیق شفیق ایشون بود. آقا دکتر نیر سینا رو از رادیو انداخته بیرون که مسئول امر شعر بود، مرد دانا و ادیب بود، یه آدمی دیگری ورده که اصلا آورده گذاشته جاش که اصلا نمیدونه اصلا شعر چی هست. اسم این آقا هم از یادم رفت، یکی از هم جوانای آدم خندش میگیره که شما نیر سینا رو بیرون کنید کسی دیگری بیارید، اصلا بیخبر خنده دار بود واقعا. این هم از داستان این کتاب مستطاب، 2 جلد هم هست، خیلی هم سنگین و مثل این که سالها به مصاحبه گذشته و اینها رو باید بیاریم، چون بسیاری خبر ندارن که آقا اوضاع چگونه بود و وضعیت و چه وجه بود و اینها. امروز گفتیم که بیایم خدمت شما و از شما بیاموزیم. این است که خطهای تلفن رو باز کنید سپر جان، زمینی که من سخن میگم هموطنان
تشریف بیارن روی خط و اگر در باب این سخنانی که ما اینجا گفتیم و در این 15-16 سال اینجا گفته ایم، هر بحثی هست، سخنی هست، ما در خدمتون حاضریم که با هم گفتگو کنیم. یک دوستی هم مصرانه میخواهد که ما در باب آقای آلبرت اینشتین صحبت ازبید تا یادم نرفته تشکر کنم از دوست نادیده و عزیزم آقای سهن فارغ التحصیل پلی‌تکنیک زوریخ هست، همون جایی که آقای آلبرت اینشتین فارغ التحصیل شد، و دوستش مایکل آنجلو. بله، ایشون هر صورت که پدر و مادر آقای آلبرت اینشتین، اینا پدرش مهندس بود، وسایل برقی می ساخت، مثل اتوی برقی، جاروی برقی و اینا، منطقه علم اگر درست گفته باشم، چون این زبان آلمانی هم سخت است، مکانهاش هم نامش سخت است. این بچه بود آلبرت، اینو گذاشته بودنش مدرسه، خیلی وقتا سر کلاس نمی رفت. اجازه بدید یک تلفن جواب بدیم. درود بر شما هموطن، بفرمایید. درود بر فردوسی و مشیری. درود بر شما قربان، خواهش میکنم. استاد عزیز، میخواستم عرض کنم خدمت شما، میدونید شما بهتر از من میدونید در یک کشور دموکراتیک بر همگان فرض است که در انتخابات شرکت کنن. بله. بعد من میخوام برم این کسانی که در به صلاح پارتی آقای دونالد ترامپ هستن و این همه بدگویی کردن از ایشون، اگه بخوان رأی اگه در رأی گیری شرکت نکنن که کار خلاف به اعتقاد من، اگه بخوان شرکت بکنن بخوان به این آقا رأی بدن. یعنی نکته بنده شما، من خواهش کنم، من قطع کنم شما پاسخ بدید. نکته بنده اینه که من میخوام عرض کنم خدمت شما که باید به صلاح حزب سالاری نباشه، بلکه من خودم شخصا دموکراتم. اگر آقای دونالد ترامپ اگر حزب دموکرات بود، من حتما به حزب مخالف رأی میدم. یعنی میخوام بگم که باید به ما به شایستگان رأی بدیم، نه به این که ما نگاه بکنیم ما طرفدار چه پارتی هستیم بخوام به اون رأی بدیم. اگه من عرضی ندارم، اگه شما فرمایشی نداری من از تلویزیون گوش میکنم. من عرضی ندارم، شما امری ندارید قربان. اینش قربان، من از تلویزیون گوش میکنم. بسیار خوب، قربون شما. عرض میکنم که آمریکا دو حزب اصلی داره، حالا یه حزب مستقل هم هست که هنوز در نگرفته. واقعا سیاست های حزب دموکرات با سیاست های جمهوری خواهان کاملا تفاوت میکنه. دموکرات ها معمولا طرفدار میدل کلاس، طبقه متوسط و کارگران هستن، و عرض میکنم که ریپابلیکن ها، اینها بیشتر طرفداران ثروتمندان بزرگ و اون 1% که بالای جامعه همه چیز رو داراست، در واقع پشتیبان کارخانه های بزرگ اسلحه سازی و اینها هستن، و توجهی به مینیمم ویج و مسائل در واقع تعاونی مثل فرض بفرمایید که سوشال سکیوریتی و عرض میکنم که بیمه عمومی و اینا نبودن، اینا بیشتر دموکرات ها رو وجود آوردن از روزگار روزولت در جنگ دوم، و بعد لیندون جانسون که اون هم دموکرات بود، و بعد هم که بیمه عمومی آقای اوباما آورد. بیشتر از 30 سال من شاهد بودم این جنگ در آمریکا در گرفته بود، جنگ لفظی، و این مخالف بودن. آقا آمدن دموکرات ها گفتن این اسلحه ارتشی که برای کشتار جمعی ساخته می شود، مثل مسلسل های AR-15 و اینها رو در دسترس آدم ها در واقع اگر میخواین قرار بدهین سوابق اینها رو چک بکنید به مدت چنین و چنان، و رفتن نمیدونم چندین ساعت بس نشستن، ولی اینا رأی نمیدادن، این آقای جمهوری خواه. بنابراین این دو تا فلسفه سیاسی کاملا
جداگانه است. این است که شما مقصودتون از شایسته من متوجه نشدم، اما تا اونجا که به آقای دونالد ترامپ بربوده است، ایشان یک کاسب بیزنسمنه، در کار سیاست نبوده، هیچی راجع به دنیا نمیداند، حرفای زشت و بیهوده زیاد میزند، این رو مسخره میکند و اینا. فکر نمیکنم مردم آمریکا اعتماد کنن چنین کسی رو بفرستن به کاخ سفید. از اون سو خانم کلینتون هم بسیار دروغگو از آب در آمده، ضمن اون که بیل کلینتون یکی از بهترین رئیس جمهورهای آمریکا بوده و یک پدیده مثبتی است برای آقای کلینتون. اما به هر صورت 11% آمریکاییان به او اعتماد دارن و بیشتر نه. بله، نگاه کردم ببینم ساعت چند است برای پخش اخبار. این است که میفرمایید شایسته. خب اینها یک روندی داره، یک قانونی داره، هر کار در این مملکت با قانون هست. قانون انتخابات رو رعایت کرده آقای ترامپ، 16-17 نفر رقیب داشته، حرفای جدید زده و رأی ها رو آورده، حالا شده نماینده حزب جمهوری خواه، ضمن اون که 70 نفر از کسانی که در سیاست این مملکت دست داشتن و بسیار مجرب هستند در امر سیاست آمدند و گفتند ما جمهوری خواه هستیم، ما به این آقا رأی نمیدهیم، میت به خاطری که برای آمریکا نگرانیم، با وجود چنین شخصی در آمریکا و نیروهای اتمی آمریکا رو نمیشه دست این آدم داد، این عصبانی میشه، پرخاشگره، چنین و چنانه و اینها رو حتما تو اخبار شنیدید و اینها. و از صورت اینجا آمریکاست و اوضاع احوال چنین است. دوست عزیز بفرما قربان. درود بر شما استاد. درود بر شما قربان. استاد من یه 20 سالی برنامه شما رو گوش می‌کنم. بنده افتخار پیدا کردم که با شما هم کلام بشم. به به به، افتخار ماست قربان. بفرمایید. دست خودم بود استاد، بقیه عمرم میدادم به شما مردم بتونن از شما استفاده ببرن، ولی حیف که دست خودم نیست. خواهش میکنم آقا، همینقدر که داریم کافیه. نه من شما به جامعه ما میخوریم، من اونقدر مفید نیستم ولی شما خیلی مفیدین. خواهش میکنم عزیزم، من لطف دارین، قربونتون برم. بفرمایید. قبلن که با خزلی صحبت میکردیم من زنگ زدم، بعد گوشی رو یعنی نوبت من نشد. بله، ولی اصلا در استاد اینا در شأن شخصیت شما نیستن، اصلا با اینا هم کلام شیشون، من فقط اینو میخواستم عرض کنم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، قدر شما دوست دارم، اینو حاضرم اگه میشد برای عمرم میدادم شما. قربونتون برم عزیزم، عمر شما و خود شما عرض کنم که مبارک باشه. من مرتب گوش میکنم، اون روزی که برنامه شما بوده دارم گوش میکنم. خیلی ممنونم، مرحمت فرمودید. خیلی روشن شدم، خیلی روشن شدم از شما، خیلی سپاسگزارم، کاش که میتونستم این کار بکنم. خواهش میکنم عزیزم، امیدوارم که عمر طولانی داشته باشید. قربون شما، خداحافظ شما. بله بفرما قربان. باشید، سلام از بکنم. سلام از ماست قربان، بفرمایید. روزتون بخیر. روزتون. قربان میخواستم که خواهش ازتون بکنم، شما که یه قسمتی از وقت این برنامه خودنو این امکان داره اختصاص بدید درباره قانون اصلی، یه مواد اصلی خودن اصلی، تمام چیزایی که مشترک در تمام قوانین اساسی، که یه روزی شاید به درد این مردم ما هم بخوره که این خصوصی ما آنچنانه هست، شما یه برنامه بدید که راجب این یه قسمت از برنامه تونم یه زمانهای راجب این صحبت بکنید. قانون اساسی قدیم یا قانون اساسی جمهوری اسلامی؟ نخی قرآن، هم یه قانون اساسی کشورهای مترقی. آها بله بله، خیلی مفیده، بله کردم این کارو یه بار، هم در باب قانون اساسی هند هم قانون اساسی آمریکا صحبت کردیم، ولی بسیار بسیار فکر خوبی است. چشم، حتما حتما این کارو میکنیم. این چیزایی که به حساب الان با توجه به زمانی که گذشته الان آدم نگاه میکنه، مثلا حتی به قانون اساسی زمان مکانی که زمان مشروطیت بود و اینا رو وقتی بادم از توش میگه یه قانون در بیاری که مثلا به فرض در واقع مطبوعات چکیدهش و خلاصهش و مفیدش اینه دیگه، شاید در آینده یا هر زمانی حداقل اطلاعات آدم زیاد، اطلاعات مردم زیاد میشه راجع به این، مثلا یه بار راجع به مطبوعات و قانون اساسی مطبوعات توضیح داده بشه، آدم مثلا مطبوعات باید اینجوری باشه،
یا مثلا راجب قوانینی که راجب انسانها آزادیها حد و حدودش در قوانین مثلا امریکا یا جاهای دیگه کشور اروپایی اینا. و این به نظر من یه مقدار لازمه در این شرایط. البته اگر شما لطف بکنید یه همچین وقتی بذارید خیلی ممنون میشیم. بسیار سپاسگزارم از شما. چشم، براتون آرزوی سلامتی دارم جناب و از علاقه‌مندان شما هستم. خیلی ممنون، وقت دارید. قربون شما، لطف فرمودید. ممنونم دوست عزیز. بفرمایید هموطن. سلام. که توی مشهد میخوان بخشنامه کنن که از این به بعد تو حمام‌های عمومی کسی آواز نخونه. ولی والا تا اونجایی که من شنیدم اونجا رو تبدیل کردن به روسبی خانه. یعنی من یه روز عرض کردم چند سال پیش که این لاس وگاس آخونداست. لاس وگاس هم اینن همینه، منتها خوب درجات مدنیت از لحاظ فرایند کار با هم فرق میکنه. اونجا شنیدم آخوندها اینا در کار مچ میکین هستن، کار را آسان میکنن و بسیاری از اعراب منطقه برای همون کار سکس میرون در سر گور حضرت سامن الائمه، اونجا مدد طلب میکنن و همه چیز برایشون فراهم میکنن، سکس دست جمعی و غیره و اینها. اینا چیزهاییست که ما شنیده ایم و در بعض این جراید و اینها بعض عکس ها هم دیده ایم و شاهدان عینی هم برای ما از این داستان ها بسیار گفتن. حالا آواز خواندن در حمام نمیدونم، نشنیده بودم، حالا خیلی جالب بود. بله، اونجا مرکز فساده، مرکز خرافات و فساد. یک دوستی خیلی حرف قشنگی زدن دم این در، نمیشناختم، اولین بار بود دیده بودمشون. گفتن آقا من تا 6 ماه پیش به همه این چیزها اعتقاد داشتم، بر اثر سخنان شما ما همین رو گذاشتیم کنار و چشم ما یک مرتبه باز شد به ایرانیت ما، به ارزش‌های خود ما اینها، و بیزار شدم. گفت که مادرم یا این خالم خواسته بره مشهد، زنگ زده که دارم میرم مشهد، شما کاری ندارین چیزی اینها. گفتم بروید به توس و به حکیم توس بگویید ما از شما عذر میخواهیم که این عرض کنم که مؤمن رو، این سید رو در اینجا به خاک سپردیم، در خاک مقدس خراسان، و شما رو آزردیم. ای استاد ما رو ببخش که چنین کردیم. حرف خیلی پخته و جالبی زد، از زبان خودش خیلی جالب تر بود. گفتم فقط در گوش فردوسی از قول من این رو بگوید. بله بفهم قربان. پیرم تو کن وقت شما بخیر. جناب مشیر، من یک سوال داشتم. شما که در زمان سعدی یا بعد از اون اشعار سعدی حتی در چین هم ملاحان چینی میخوندن، یعنی آیا به زبان فارسی میخوندن؟ آشنایی به زبان فارسی داشتن؟ همین سوال فقط داشتم شما. بله خیلی سوال جالبی است. مرسی، ممنون. خواهش میکنم. عرض میکنم که ابن بطوطه یا بطوطه، حالا بعضی وقتا بطوطه نوشتن با ضم به، بعضی وقتا فتح به. ابن بطوطه عرض کنم یک سیاح خیلی دانشمندی بود. میگوید من به هند، به چین که رفتم دیدم ملاحان سوار قایقن، تعدادی ملاحان، و شعر سعدی میخوانن و دم گرفتن. البته پارسی بوده، البته پارسی بوده. بله. و حافظ میگوید شکر شکر شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله میرود. گسترش زبان پارسی بسیار زیاد بوده، بسیار زیاد بوده و نفوذ این زبان بسیار زیاد بوده. البته که به زبان پارسی میخوندن، یعنی اصل شعر سعدی رو ملاحان که به احتمال زیاد بازرگانان ایرانی بودند
عرض میکنم که میخوندن و خود سعدی 33 بار از خودش تعریف کرده در دیوان، در این بدین صفت، یکی از مواردش این هست، بدین صفت که در آفاق سیت شعر تو رفت، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. بله، بر کمال من و حسن تو نیفزاید کس، حد همین است سخندانی و زیبایی را. بله، دنبال کاروان ها. آقا سخن اگه سخن باشه و مستدل باشه یا هنری باشد، پا داره، بال داره، به اقصا نقاط گیتی پرواز میکنه. اما سخن اگه بیهوده باشه، با هزار بلندگو و با هزار تلویزیون و رادیو، به جایی پرواز نمیکنه، همون در دهان صاحبش میماند. قربانت گردم. بله، مورد حسادتی که میفرمودید، فکر نکنم کسی باشه که بر استادی پرویز یا حقیقی بخواد شکی بکنه. بله، بزرگترین استاد ویولن ایران بود. بله، و در چند سال پیش در همین تلویزیون پارس یه ویولوزه که نمیخوام اسم ببرم مصاحبه ای داشت، با کمال بیشرمی گفت که بعد پرویز یا حقیقی ویولن نمیزه، این سوهان به ویولن میکشه. و چقدر یک شخص باید کوتاه‌فکر باشه که برای پرویز یا حقیقی همچه حرفی بزنه. بله، متاسفانه بودن دیگه. بله، ممنون. امر دیگه ندارید؟ تشکر از لطفتون. قربونتون برم. عرض شود که در دانشگاه برکلی بچه‌های ایران یک جلسه گرفتن برای پرویز یا حقیقی، از یک کسی که یه دو سه تا ترانه هم ساخته بود دعوت کردن که بیاد اونجا. حالا همه منتظرن که اگه ایشون ترانه سرا بوده، حتما یه خاطره چیزی از این هنرمند بزرگ بی نظیر که حقیقتا آدم نابغه بود پرویز یا حقیقی. رفته اونجا گفته که هنر پرویز یا حقیقی این بود که از هروئین رفت به تریاک. دو سه نفر پا شدن اومدن بیرون، به من زنگ زدن گفتن آقا این آقایی که از لس آنجلس آمده این رو گفته. تعجب کردم، بعد ایشونو دیدم گفتم آقا حالا ماجرا چی بود؟ آقای پرویز یا حقی آهنگایی که میساخت به ایشون نمیداد کلام بذاره روش، به جهت یه قولی اونجا نشسته بود که سالیان دراز بهترین ترانه های ایران رو، بیژن ترقی. خب تو بیژن ترقی هست که به تو نمیداد که آهنگاشو بده تو خراب کنی. اینم کینه کرده به پرویز یا حقی. نهاده رفته میگه که بزرگترین هنر پرویز یا حقی این بود که از هروئین رفت به تریاک. عرض کردم این عیب بزرگ ما همین هست دیگه. چه میشه بعد گفت؟ که دو سه دقیقه دیگه هم وقت داریم با تا خلاصه اخبار. بفرمایید. قربون. ایگل مظهر قدرت امریکاست. اگه خوب دقت کنیم، یکی از این بالها دموکرات، بال دیگر هم جمهوری خواه. برای ما جهان سومیا هیچ فرقی نمی کنه که بقول معروف چطوری این بال به ما حمله کنه. ما سیاست خارجی جمهوری خواه رو شما نگاه کنیم با دموکرات ها فرق نمی کنه. طرفداریشون از اسرائیل دموکرات ها خیلی قوی تر از جمهوری خواه هست. یا جنگ هایی که در 50 سال گذشته شروع شد بیشتر دموکرات ها انجام دادن جمهوری خواه ها. و آخرین جمله خدمتتون عرض کنم، ما دیگه پیر شدیم اینجا، مثل شما ببخشینا، بچه همون اینجا به دنیا اومد، دوام اینجا به دنیا اومد، منم اینجا خواهم مرد. متاسفانه من فکر میکنم که ترامپ رئیس جمهور آینده امریکا خواهد شد. روز خوبی داشته باشید. قربان شما. بله بله. بله. ببینید
داستان این هست که وقتی کسی رئیس جمهور شد، این رئیس جمهور سوگند یاد میکند که منافع ملی آمریکا رو صیانت بکن و قانون اساسی رو رعایت بکن. بنابراین اگر لازم بیاید جنگ میکنه، حالا دموکرات باشه یا ریپابلیکن. اما این کاری که این پدر و پسر کردن در خاورمیانه، این بوش‌ها، این منتهای بی‌عقلی بود و در واقع نمیدونم چگونه اینو توصیف کنم که دو تا با آدم پیدا نمیشد تو این کاخ سفید، این همه مشاورین که بگوین آقا اینجا درست بشو نیست، این جنگ شیعه و سنی چنین و چنان است، اگر شما این ساختار دست خراب کنید و دست بزنید و چنین چنان کنید ممکن است که کار به خشونت بکشه و جنگ داخلی انجام بشه و اینا. بله، در باب جنگ فرمودید، خب این باید بستگی به شرایط داره. در روزگار جنگ دوم وضعیت چنان شد که آقای روزولت که دموکرات بود مدت 12 سال رئیس جمهور باشه. این که آقای ترامپ رئیس جمهور میشه، من تردید دارم، شایدم بشه، من یه تردیدی در این داستان دارم. بفرمایید هموطن. این آخوندا، من از شهروندان بی‌سوادتون هستم، اما گفتین که این آخوندا جاده سازی کردن و برق‌کشی کردن و این چیزا. یه داستان خیلی جالب براتون بگم. دو سیزده هم رفته بود ایران، یکی دو سال پیش برگشت برام تعریف کرد بسه کرموشاد. گفت که من حتی تو این کرموشاد، نزدیک کرموشاد یک کوهستانی هست، اونجا جاده‌ای داره، اون بالا پرتگاه وحشتناک، هر کس فراتش نباشه با ماشین میره ته دره. بله. امسال رفتم دیدم به جاده کشیدن چهار لینه بیوتیفول، اصلا تعجب کرده بودم. بعد دیدم یه تابلوی بعد نوشته بود کربلا 300 کیلومتر. خب بله. بله. کاری کردن برای اینکه بتونن نیروهای خودشون سریعتر برسونن به اونجایی که میخوان. قربان. بله، همه اینا هست. اون بحث ما بحث چیز دیگری بود، به اونجا ما کشید. بله. خیلی ممنون عزیزم. امری دیگر ندارید؟ برم. هرچی ندارم رو ماتون میبوسم. خدا به شما. قربون شما. هموطنان گرامی، فکر کنم وقت پخش این خلاصه خبر شده. میریم و برمیگردیم حضور شما. هموطنان روی خط هستن تشریف داشته باشن تا برگردیم. تا چند دقیقه دیگه.